بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند متعال و با درود و سلام خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی تلویزیون جهانی هادی، با برنامه به وقت بیداری و طور زنده و مستقیم در خدمت شما بزرگواران هستیم. امیدواریم که تا آخر برنامه با ما همراه باشید. در خدمت کارشناس محترم جناب دکتر توکلی هستیم با موضوع برکات امام معصوم در عصر غیبت. سلام علیکم جناب دکتر توکلی بزرگوار، بسیار بسیار خوش آمدین به برنامه خودتون. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما جناب آقای حیدری و خدمت همه بینندگان گرامی، همه فارسی زبانهای عزیز در اقصی نقاط عالم، وطندارای عزیز، خواهران و برادران گرامی، سلام و عرض ادب و احترام دارم و سال روز آغاز امامت ولی عصر امام زمان حجت خدا رو به همه مظلومان عالم، همه مستضعفان، پابرهنگان و همه سیلی خوردگان عالم، مخصوصا شیعیان اون حضرت، تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوارم که انشالله برنامه خوبی در خدمت شما و بینندگان گرامی داشته باشیم. ممنون، سپاسگزار هستم. بله، با شهادت مظلومانه امام حسن عسکری که در 8 ربیع الاول اتفاق می افته، روزگار و عصر جدیدی برای امت اسلام، مخصوصا دوستان و محبان و شیعیان اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رخ می دهد و عصر غیبت شروع میشه. از این پس دیگر شیعیان و مسلمانان به صورت زنده و مستقیم به شخص امام دسترسی نداره. امام حاضر در بین اونها نیست. امامی که حضور عینی و ملموس او مایه برکات بسیاری برای مسلمانها و جامعه اسلامی بود. و امام در پس پرده غیبت قرار میگیره، غیبت صغرا هست و بعد دوران غیبت کبرا که فعلا ما در روز زمینه قرار داریم. بجاست که پرسیده شوه در این قسمت، در کنار این که حالا شروع امامت امام زمان حالا جشن گرفته میشه، تبریک گفته میشه، این بحث هم مطرح شود که خب امامی که در بین ما حضور نداره و در پس پرده غیبت هست، چه برکاتی برای جامعه اسلامی و برای مسلمان ها و شیعیان داره؟ اجازه بدین که این سوال موضوع بحث امشب قرار بدیم و از کارشناس محترم جناب دکتر توکلی بپرسیم. اما قسمی که عرض کردم جناب دکتر توکلی، خب عصر غیبت عصر است که با وفات و شهادت امام حسن عسکری شروع میشه و ما الان در او عصر قرار داریم. ما به امام معصوم دسترسی نداریم. خب در این زمینه قبل از اینکه به این سوال اگر بپردازید، اگر برای ما درباره اصل ضرورت و دلایل نیاز به وجود امام، قبل از اینکه این وجود به صورت حضور باشه یا غیبت باشه، اگر یک مقداری برای ما روشنی بیاندازیم بسیار ممنون میشیم. بحث را از اینجا شروع میکنیم که در آیه شریف قرآن داریم در مورد پیغمبر که میفرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، بله، لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. خداوند پیغمبر رو، اولیای الهی و انبیا رو اسوه، الگو و نمونه انسان کامل قرار داد، برای اینکه انسان‌ها برای پیدا کردن راهشون یک نمونه کامل و عینی و مجسم داشته باشن. بله، سرمشق داشته باشن. بله، سرمشق داشته باشن. ببینید، ما در هر کاری نیازمند الگو و سرمشق و یک نمونه کامل هستیم. یک ناخدای کشتی وقتی که کشتی در واقع هدایت میکنه به سمت ساحل نجات، همه حرکات و سکنات و امر و نهی او الگو هست، قابل پیروی هست برای ساکنان کشتی. در طوفان‌های
مختلف زندگی بشری همیشه احساس نیاز به انسان کامل کاملا مشهود بوده. چرا؟ زیرا بشر تحت تأثیر شهوت و غضب قرار داشته، بشر زیر گام‌های طاغوت‌های زمان له شده و متأسفانه هوای نفس، مال پرستی، حب دنیا، حب زن و فرزند باعث میشه که این کورسوی عقل ضعیف بشه و انسان‌ها راه گم بکنن. بله. گاهی اوقات واقعاً ما به سان او کسی هستیم که می‌خوایم بریم به سمت کعبه مقصود، اما کعبه رو فراموش میکنیم، سنگهای نشانه رو گم میکنیم یا نمیبینیم و سر از ترکستان عالم در میاریم. ائمه علیهم السلام، اولیای الهی، او چراغهایی هستند که به سان فانوس دریان در واقع به ما راه را از بیراه نشان میدن. ما محتاج ای هستیم که الگوهای کامل انسان را که در قرآن ازش نام برده شده، بله، اونجایی که خدا میگه و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، و بعد ملائکه اعتراض میکنن میگن قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، بعد در آخر میفرماید قال اینی اعلم ما لا تعلمون. بله. خدا میفرماید من چیزی میدانم که شما نمیدانید. شما صرفا صفاکیت و خونریزی و فساد فی الارض انسانها رو میبینید و من انسانهای کاملی رو میبینم که اونها وجودشون مایه خیر و برکت است، در واقع واسطه فیض الهی هستند و انسانها هر زمانی که راه رو گم بکنن میتونن به اونها متوسل بشن. ممکنه کسانی بگن خب حالا اینا یک سری حرفای کلی هست، ما میخواییم دلایل عقلی بهتری بشنویم. دلیل عقلی اینه، ببینید هر جایی که یک دلیل کاملا عقلی است، شیئی در واقع مصادیق ناقصی از یک حقیقتی وجود داره، این وجود مصادیق ناقص خودش دلیل بر اینه که یک موجود کامل هم باید باشه، ولی نقصان این موجودات، نقص اینها فهمیده نمیشه. بحث بسیار بسیار دقیقی است. از یکی از علما پرسیدن که دلیل تو برای اثبات وجود خدا چیست؟ گفت وجود خود بنده و وجود تو بهترین دلیل هست. و بعد مثال زد، گفت ببینید شما در یک صف نانوایی استاده میشین، نفر آخر میبینین، نفر اول نمیبینین. وجود نفر آخر دلیل بر این است که این صف یک نفر اولی هم داره، اون موجودی که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، او رو ما میگیم خدا. حالا شما هر اسم دوست داره دوش بذارید. میخوام عرض کنم که ببینید وجود نقائص در عالم هستی دلیل بر این است که ما باید به یک موجود کاملی برسیم که در اون نقص وجود نداشته باشه، و الا اگر چنین نباشه عقل ما نمیتونه نقائص تشخیص بده. از باب تعرف الاشیا به ازداده ها، ما هر چیزی رو از ضدش میشناسیم. سیاهی رو از سفیدی میفهمیم، نور رو از تاریکی میفهمیم، گرمی رو از سردی میفهمیم، نقص رو از کمال میفهمیم. باید انسانهای کامل وجود داشته باشه. ببینید هم در آیات قرآن هست، هم در روایات معصومین، که دلالت بر این میکنه که انسانهای کامل باید وجود داشته باشن و اگر وجود نداشته باشن انسان راه رو گم میکنه. اولا بینندگان عزیز ما میدونن که در آیات فراوانی از قرآن نقل شده که انسان عبث و بیهوده آفریده نشده، از جمله سوره مبارکه میفرماید الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. آیا انسان ها فکر میکنن که خلق شدن بدون هدف، بدون فلسفه وجودی، به حال خودشون رها شده باشن؟ به حال خودشون رها شدن و اینها یله و رها هستن، امتحان نمیشن. خب اگه قرار امتحان بشن ما باید نمونه کاملی داشته باشیم، به قول این محصلین و دانش آموزا پارچه کاملی داشته باشیم که نمره 20 گرفته باشه تا بر اساس اون 19 و 20 و 18
تشخیص بدیم یا در واقع سوالی که طرح شده یک جواب کاملی داشته باشه که تا او شاگردایی که جوابای ناقص داده و نمره کامل نتونسته بگیره به اونا قانع کنیم که این جواب جواب کامل هست. بر صورت باید یک الگوی کامل باشه تا او کسایی هم که ناقص هستن میخواه خودشون رو کامل کنن بر اساس الگو به ای کمال برسه. خب جناب دکتر توکلی، گرچه وقتم کم هست کمتر از 2 دقیقه، اگر به صورت کوتاه بفرمایید. خب وجود داره ولی خب اینها انسان کامل وجود داره، به چه دلیل ما باید پای خود جای پای اینا بذاریم یا در واقع از اینها اطاعت کنیم؟ بله، ببینین در آیه شریفه است میفرماید که وجعلناهم ائمه یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات. بله، میفرماید ما ائمه ای رو قرار دادیم که اینها امر به خیرات میکنن، امر به حکم خداوند میکنن و اونها در واقع ملاک امر و نهی خدا هستن. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. ما عرض کردم به دلیل این که علم ما ناقصه، عقل ما ناقص هست، تحت تأثیر شهوت و غضب و طاغوت‌های زمان و احساسات و هوای نفس هستیم. بله. و از طرفی ما علم لدونی و علم الهی نداریم. احکام الله واقعی، اون چی که مربوط به مبدأ و معاد هست، اون چی که مربوط به عوالم بالا هست، جهان آخرت هست، ما نمیتونیم تشخیص بدیم، چون اون چی که قبل از خلقت ما و بعد از در واقع فوت ما هست متوجه اون نمیشیم. کسانی باید باشن که متصل به علم الهی باشن و علم لدونی داشته باشن تا بتونن از عالم امر، از عالم روح، از عالم قیامت علم الساعه داشته باشن به تعبیر قرآن. درست. اگر این نباشه در واقع بشر راه گم میکنه. اگر سپاسگزار هستیم همینجا یک وقفه میگیریم، خواهش میکنم، همراه با بینندگان عزیز و گرامی نگاه میکنیم میان برنامه‌ای که همکارای ما تهیه کرد. سلام علیک یا عین الحیات، سلام علیک یا سفینه النجات، السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان. از کنار کعبه آن ماه دلارا می رسد، محض دیدارش چه بی صبران ایسا می رسد. می رسد برگوش تا صوت انا المهدی سری 300 و چندین نفر دلداده در جا می رسد. عاقبت در جمعه ای جذاب می پیچد خبر، آخرین معشوق والا منصب ما می رسد. مصحف و نهج البلاغه بعد قرآن کریم، سوره نور و قصص، طه و اسرا میرسند. محضرش تقدیم خواهد شد زمین و آسمان، هدیه خیل ملک از عرش اعلا میرسند. جرعه جرعه لحظه دیدار نزدیک است، خوب نطبه و عهد و فرج دارد به دریا میرسد. پس بگو لبیک یا مهدی، تویی تو امتش، دستهایت را ببر بالا برای بیعتش. سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی، مخصوصا شما بزرگوارایی که تازه به جمع ما پیوستید. بله، شما بیننده برنامه به وقت بیداری به طور زنده و مستقیم از تلویزیون جهانی هادی بخش فارسی دری هستید. موضوع بحث ما هم هست برکات امام معصوم در عصر غیبت. بله جناب استاد توکلی بزرگوار، شما فرمودین که ما تا یک الگوی کامل نداشته باشیم نقایص خود را برطرف نمی کنیم. الگو باید باشه و این الگو هم باید کامل و بی‌نقص باشه. و یعنی انسان معصوم، انسان ضرورت و دلیل وجود
انسان معصوم در جامعه را تبیین فرمودید. خب این الگو ممکنه بعضیا به یک قسم مطرح کنن که خب الگو وقت مفید و کارآمد هست که حاضر باشه و در اختیار باشه. در الگو انسان کاملی که تعبیر ما از اون میکنیم به امام من وقتی که حاضر نیست، غایب است، امام غایب چه برکاتی برای جامعه و مسلمان ها ممکنه داشته باشه؟ نکته خیلی خوبی است. من رو همین فرمایش آخرتون تأکید میکنم که فرمودید امام باید حاضر باشه. عرضم این است که امام حاضر است اما ظاهر نیست. فرق است بین حضور و ظهور. ببینید روزی که شما از خانه برمیایین و میبینین که همه جا روشنه، اما وقتی آسمان نگاه میکنین میبینین که خورشید و آفتاب دیده نمیشه، ابر جلو خورشید گرفته. بله، تابش خورشید دقیقا مثل روزهای دیگه نور وجود داره اما خورشید دیده نمیشه. بله. نمیتونیم بگیم اینجا خورشید حاضر نیست. خورشید حاضره و آثار و برکاتش هم بر روی زمین، بر جنگلها، دریاها، انسانها، حیوانات در واقع افاضه میشه، اما فقط ظاهر نیست، در پس پرده غیبت است به تعبیر حضرت عالی. خب پشت ابر پنهانه. این تعبیری که شما با کار بردید در خود روایات هم آمده که وجود امام در عصر غیبت تا منشأ برکات و اینکه چه فوایدی داره به خورشید پشت ابر تشبیه شده. خب خورشید پشت ابر یک پدیده ملموس و عینی هست که خب بله ما حس میکنیم که واقعا الان روز هست، گرچه تابش مستقیم خورشید نیست، ولی اینکه چه کار کنیم که ما برکات حضور امام در عصر غیبت رو هم احساس کنیم و قانع شویم که امام هرچند پشت پرده غیبت باشه و غایب باشه، باز هم برای ما برکات سرنوشت سازی داره. دقیقاً. ببینید من بحث از بحث نبوت شروع میکنم، چون امامت در واقع ادامه مسیر نبوت هست. بله. نبی چند تا وظیفه داره. یک وظیفش این است که احکام الله واقعی به مردم برسانه. وظیفه دومش این است که در واقع کتاب الهی کتاب رو به مردم برسانه. ببخشید. و سومین وظیفش حفظ کتاب از تحریف هست، حفظ شریعت و دین از تحریفه، و آخرین نکته حفظ امت اسلامی از اختلاف هست. عرض من این است که غیر از اون وظیفه دریافت وحی و ابلاغ وحی به مردم، بقیه وظیفه نبی و رسول و پیغمبر امام هم بر عهده داره. چطور؟ در واقع به امام منتقل شده. بله. یکی از وظایف پیغمبر تفسیر قرآن بود، آیات متشابه و آیات محکم. ببخشید، نیاز به تفسیر داره. بله. چون قرآن میگه که فیه آیات و محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. ببینید در قرآن آیات محکم هست، یعنی آیاتی که هر کسی اگر عربی بلد باشه مراجعه با آیه قرآن بکنه معنی او رو میفهمه، مثل اقیم الصلاة، مثل آتو زکات، مثل این که داریم مثلا بگیم که الله خالق و کل شی، این همه میفهمن. ولی بسیاری از آیات هست که آیات متشابهه، مثل آیاتی که دلالت بر جبر میکنه یا دلالت بر اختیار میکنه. ببینید مثلا این دو تا با هم تناقض ظاهری دارن یا تضاد ظاهری. مثال عرض میکنم، مثلا قرآن میگه و ما تشاؤون الا ان شاء الله، اگر خدا نخواد شما هم نمیخواهید، این دلالت بر جبر میکنه ظاهرا. از طرف دیگه میگه که انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ما راه نشون دادیم، بعضی انسان ها شاکرن بعضی ها کفور، این دلالت بر اختیار میکنه. یا ما یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. احسنتم. ببینید اینجا مسلمان ها اونایی که دسترسی به امام نداشتن عده دوچار جبر شدن، عده دوچار در واقع اختیار مطلق، یعنی همینا اشتباه کردن، همونا افراط و تفرید کردن. با قول امیرالمؤمنین الجاهل و مفارتون او مفرط، انسان جاهل یا افراط میکنه یا تفرید. اما ائمه علیهم السلام او حد اعتدال و حد وسط انتخاب کردن، فرمودن لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. تفسیر قرآن اینجا. بله، این تفسیر قرآن اینجاست. این قرآن این جزء آیات متشابه قرآنه. آیات متشابه قرآن، خود قرآن میگه نمیداند تأویلش رو مگر کسانی که راسخون در علم باشن، و این علم همون علم الهی است.
بعد میفرماید کسانی که در قلب اونها مرض هست دچار نفاقن، از این آیه متشابه برای ایجاد اختلاف و نفاق بین مسلمان ها استفاده میکنن. بله. خب ما اینجا دقیقا نیاز به حضور امام داریم. مثل این که ببینید در یک صنف، در یک کلاس باید معلم باشه. اگه معلم نباشه کسانی ممکنه پیدا بشن درس وارونه آموزش بدن به محصل. درست. خب شما فرمودید نیاز به حضور امام. بله. حالا گرچه فرمودید که بین حضور و ظهور، که ظهور تفاوت هست و اینها، ولی خب عملا ما در عصر غیبت به امام معصوم دسترسی نداریم. نداریم. ولی خب امام عرض کردم مثل خورشید در پس ابر برکاتی داره، که حالا ما چند تا از برکاتش عرض میکنیم. یکیش ببینید هدایت معنوی امت و کسانی است که خودشون رو در معرض استفاده از هدایت امام قرار میدن. چون پیغمبر فرمود الا ان فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها. این نکته خیلی مهمه. ما یک هدایت عام داریم و یک هدایت خاص. هدایت عام پیغمبر همون بود که فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا. ادهی آمدن، ادهی نیامدن. ادهی که خودشون رو در معرض این هدایت عام قرار دادن، بعد هدایت خاص شامل حال اونها شد که قرآن میگه الف لام میم لا ریب فی هدن للمتقین. بعد در ادامه متقین رو اونجا معرفی میکنه، یا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات. در ادامه فرماید متقین کسانی هستند که ایمان به غیب دارن. در روایت داریم یکی از مصادیق ایمان به غیب ایمان به امام زمان هست. اون چیزهایی که از دین ظاهر نیست و قابل استخراج نیست، اینا این کار امامه. من اینجا خیلی کوتاه عرض کنم خدمت بینندگان عزیز، ببینید حق و باطل مثل ذرات، حق مثل ذرات تلاست در خرواری از سنگ و خاک با هم مخلوطه. لذا حق کشف کرده نیست، حق باید کشف کرد. حق آشکار نیست. اگه آشکار بود در طول تاریخ همه به حق میرسیدن و هیچ که اهل باطل نبود. ولذا اهل باطل چیکار میکنن؟ سخن حق میگن، سخنی که ظاهرا حق است ولی از او اراده باطل میکنن. امام اینجا چیکار میکنه؟ میاد او سره رو از ناسره تشخیص میده. او ذرات طلای ناب جدا میکنه و خاکر پس میزنه. یکی از کارهای امام هدایت معنویست. اون کسانی که خودشون رو در معرض هدایت خاص امام قرار دادن، بله، یعنی در واقع دنبال صلاح و هدایت بودن، اونها هدایت میشن. علتش هم این است که ببینید ما میبینیم 1400 سال گذشت و قرآن تحریف نشد. ببینید قرآن فرمود انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. یکی از مصادیقی که خداوند حافظ بودن خودشون رو در مورد عدم تحریف قرآن نشون میده حضور امام هست. چطور؟ ما یک بحثی داریم در بین فقهای شیعه به نام بحث اجماع. میگن آقا احکام الهی 4 تا منبع داره: سنت و عقل و کتاب و اجماع. خب اگر علمای شیعه، کل علما بر یک مسئله اتفاق نظر داشته باشن و یک نفر حتی مخالف وجود نداشته باشه، این دلیلی بر اینه که این حکم خداست و حکم واقعی است. خب از کجا میفهمیم؟ صرف این اجماع علما آیا دلیل میشه؟ نخیر. میگن از اجماع علما میفهمیم که یکی از این علما امام زمان هست. چرا؟ چون یکی از وظایف امام زمان حفظ دینه، حفظ شریعت هست از تحریف، حفظ قرآن است از تحریف. بله. یکی از برکات امام زمان این است که امت اسلامی را از در واقع وجود از اختلاف نگه می‌داره. الامامو کل کعبه یعطا ولا یعطی. فرق امام با پیغمبر اینه که پیغمبر طبیب و دوارم به تبه بود، خودش میرفت بیمارا رو پیدا میکرد، ولی امام چون این وظیفه ای نداره. اگه مردم به اون مراجعه کردن این وظیفه رو انجام میده، اما بحث حفظ دین در همه شرایط وجود داره. امام حافظ شریعت و حافظ دین. این نکته اول. نکته دوم، امام واسطه فیض الهی است. ببینید حدیث داریم که فرمود لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. اصلا بینندگان عزیز ما عنایت داشته باشن، خداوند فیاض علل اطلاق هست، خیر مطلق است. این خیر و فیض علل اطلاق خداوند مستقیم به ما نمیرسه، همانطور که بنده و شما مخلوق خدا هستیم اما از طریق پدر و مادرمون. یعنی ببینید آب، دقیقا مثالی که عرض میکنم اینجا اینه، آب از دریا میاد اما از نل خانه من و شما به ما میرسه، از شیر آب میرسه به ما. ما نمیتونیم مستقیم از دریا آب بنوشیم چون ظرفیت وجودی ما کمه، خفه میشیم، غرق میشیم در دریا. امام چیکار میکنه؟ او فیض از خداوند میگیره، مجرا و واسطه فیض هست. لولا الحجه لساخت الارض به اهلها.
تعبیر حجت هم اینجا بسیار جای تأمل است. حجت یعنی این کسی که با او احتجاج شوه. بله. در واقع خداوند در روز قیامت با ما احتجاج میکنه که من این رو قرار دادم دیگه. بله. این امام معصوم یا انسان کامل که الگوی کامل شما بود، این من در اختیار شما قرار دادم. همون قسمی که به پیامبرا هم احتجاج میکنه در بله. برابر امت که من این پیامبر را برای شما فرستادم، بله. پیام مرا و حکم مرا برای شما رساند و شما عمل نکردید و پیروی نکردید. خیلی قشنگ، خیلی زیبا فرمودین. بله. یعنی ببینید حجت یعنی کسی که حرف او فصل الخطابه، درست، یعنی حرف آخره دیگه، کاری میکنه که اختلاف بشه. امیرالمومنین توی نهج البلاغه در بحث حکمت ها اونجایی که تقسیم میکنه انسان ها، میگه الناس و ثلاثه، فعالم ربانی و متعلم علی سبیل النجات و همجون رعا. بعد در اوصاف عالم ربانی که مصداق حقیقی علمای ربانی ائمه معصومین و پیغمبر هستند. بله. توی یکی از زیارت هام داریم که به حضرت امیر میگیم السلام علیک ایها العالم ربانی. بعد اونجا دلیل وجود علمای ربانی و از جمله ائمه معصومین و انسان کامله میگه لئلا تبطل حجج الله و بیناته. میگه وجود امام در جامعه برای این است که انسانها راه گم نکنن، حجتهای خدا باطل نشود، یعنی قرآن وسیله گمراهی دیگران نشه. چون همین قرآن اگر امام نباشه وسیله گمراهی است. قرآن میگه و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. بله. ولا یزید الظالمین الا خسارا. این ظالمین کیا هستن؟ به تعبیر قرآن کسانی هستن که دیگه نمیتونن امام بشن. ببینید تو اون آیه شریفه ای که حضرت ابراهیم کوتاه بفرمایید، خیلی کوتاه، زمانی وقت از خداوند میخواد که خدایا مرهم مر امام قرار دادی، زوری مرهم امام قرار بده. بله بله. آیه این است که میفرماید که لا ینال عهد، بله، لا ینال عهد ظالمین. ببینید قال و من ذریتی قال لا ینال عهد ظالمین. ظالم اینجا کیست؟ ظالم کسی است که معصوم نباشه، اهل معصیت باشه و به خودش از طریق معصیت ظلم بکنه. معصوم یعنی انسان کامل، دوست. یعنی کسی که اهل خطا نیست، اهل اشتباه نیست و اهل معصیت نیست. و این میشه هستم. حجت خدا بر روی زمین. همراه با بینندگان عزیز و گرامی میریم و میان برنامه ای رو میبینیم. مثبت 964 780 255 40 13 پل ارتباطی تلویزیون جهانی هادی و برنامه به وقت بیداری با شما بینندگان عزیز و گرامی هست. شما میتونید که در حین برنامه از طریق واتساپ با ما به تماس شوید، یا از طریق واتساپ و تلگرام صدایتان برای ما بفرستید، یا پیامایتان به صورت مکتوب برای ما بفرستید و ما منتظر و مشتاق هستیم که پیام های شما استفاده کنیم. اگر جنبه خصوصی نداشته باشه در خود همین برنامه پاسخ شما را خدمت شما تقدیم کنیم. خب اجازه بدین که ادامه برنامه را پی بگیریم با حضور کارشناس محترم جناب دکتر توکلی. خب اگر امام معصوم و الگوی کامل که شما گفتید حتی به صورت غایب و در پس پرده غیبت هم نباشه، چه پیامدها و چه ضررهایی برای جامعه انسانی و جامعه اسلامی داره؟ احسن، خیلی نکته خوبی است. متاسفانه در فضای مجازی بینندگان عزیز ما خب حاضر هستند، در محیط های گوناگون و از طریق شبکه های معاند گاهی اوقات سوالات و شبهاتی مطرح میشه که ما اینجا فرصت خوبی است به این نکته، درست، اشاره کنیم. ببینید عده ای از کسانی که از معارف اهل بیت بهره کمی دارن ممکنه این شبهه به ذهنشون برسه که خب
حالا امام اگر نبود هم نبود چه مشکلی ایجاد میشه برای جامعه بشری؟ بله. ما علم داریم، مخصوصا متکی و مغرور به علوم تجربی جدید هستن. بشر تکنولوژی داره رشد کرده، تو قرن 21 میلادی زندگی میکنیم، ما دیگه محتاج مرشد و امام و هادی نیستیم، خود ما راه خود پیدا میکنیم. بله. من از شما چند تا سوال میپرسم، از شما یعنی از بینندگان عزیز و از بله. کسانی که در این فضاها هستن. بله توی این فضا هستن. ببینید در قرن 20 میلادی، همین قرن گذشته ای که بله. تا سال 2000 بود، 20 چند سال بیشتر بله. نگذشته 20 چند سال قبل، اکثر بینندگان عزیز یادشون هست، این قرن قرنی بود که اسم های مختلف در جهان خیلی ظهور کرد، یعنی به اندازه کل 2000 سال قبل از میلاد مسیح تا سال 2000 تمام اندیشمندان و تمام کسانی که دستی در علوم انسانی دارن میگن که آقا مکاتب مختلف فلسفی و غیر فلسفی ظهور کرد. اصلا اعلامیه حقوق بشر تو همین قرن تدوین شد و توسط ملل متحد مورد قبول واقع شد. بله. خب سوال من اینه، آیا بشر دینگوریزی که دینر بوسید و کنار گذاشت و گفت که در اروپای 400 سال پیش گفت کار قیصر را به قیصر واگذار و کار مسیح را به مسیح، و در واقع دینر از عرصه زندگی خودش خارج کرد، آیا دیگه مشکلاتش حل شد؟ مسئله من اینه، ببینید در جنگ جهانی اول و مخصوصا در جنگ جهانی دوم به اندازه 1000 سال انسانها دچار محرومیت و قتل و غارت و خونریزی شدن. در جنگ جهانی دوم 54 میلیون انسان کشته شد. عنایت کنید بشری که خیلی بله به قول بشری که تنها در دان راست می آید، این آمار 54 میلیون خیلی تعداد زیادی است. بشری که ادعا داره ما به رنسانس رسیدیم، بشری که ادعا داره ما انقلاب علمی صنعتی کردیم، بشری که میگه ما الان دیگه محتاج خدا نیستیم چون به علوم تجربی رسیدیم و به کرات بالای زمین داریم سفر میکنیم. این بشر ببینید در 20 سال حکومت استالین در روسیه 20 میلیون انسان در اردوگاه های مرگ کشته شدن. بله. در چین در دوره ماو نزدیک 17-18 میلیون انسان کشته شده. اگه آمار سرانگشتی ما بدیم، در جنگ ویتنام نزدیک 5-6 میلیون انسان کشته شد. همین بشری که هواپیمای جنگی درست میکنه و موشک درست میکنه، آیا عقل بشر به تنهایی فلسفه های مختلف، من نمیخوام وارد مسائل تخصصی باشم، جایی مباحث در دانشگاه هست. خب آیا این کانتی که میاد ادعا میکنه میگه که آقا بشر باید بر اساس اخلاق وظیفه‌گرا عمل بکنه، معتقد است که اصلا اخلاق یک امر عام است و معتقد به امر مطلق کانتی است؟ خیلی خوب، این حرفا تونست واقعا بشر جلوگیری بکنه از جنایت؟ تونست کاری بکنه که بشر دوپا به دست خودش اسباب سقوط خودش و اسباب هلاکت خودش رو آماده نکنه؟ نتونست. ببینید اینا دلایل نقضی است. لذا عرض ما اینه، عقل در جای خودش هست. عقل آمده برای اینکه امور معیشت ما رو تأمین بکنه و خداوند هم قبول داره، میگه عقل پیامبر باطن هست و ما عقل به شما دادیم، العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. این عقل همون در واقع تقویت کننده وجدان اخلاقی است و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. اما این عقل کافی نیست. چرا کافی نیست؟ چون انسان موجودی است که تحت تأثیر احساسات خودش قرار داره. ببینید باز اشاره میکنیم به آیات قرآن. قرآن میگه که خلق الانسان هلوعا، انسان بسیار زیاده خواه آفریده شده. اذا مسه الشر جزوعا، وقتی یک شر یک بدی به او میرسه جزع و فزع میکنه، عقل فراموش میکنه، میبوسه میذاره کنار، بعد دیگه یا دوچار خشم فراوان میشه یا شهوت بر او غلبه میکنه، هوای نفس، قدرت خواهی، شهرت خواهی، مقام خواهی، نه غلبه میکنه، حق زیر پا میگذاره. خب بعد میگه که این انسان فهم الانسان اذا مبتلاه ربه
و قدر اکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن. اگه ما به این پول و سلامتی و عافیت بدیم مغرور میشه، میگه من بنده خاص خدا هستم، من بر شما برترم، به اصطلاح امروزی من ژن برتر هستم، خانواده ما از خانواده شما برترن، دوچار یک نوع اشرافیت فرعونی میشه، سوء استفاده میکنه از امکانات و قدرت خودش. بله. اگه فقیر میشه این بشر فقیر، باز دوچار ناامیدی میشه. و اما اذا مبتلاه ربه و قدر علی رزقه و فیقول ربی اهانن، اگر دوچار یک گرفتاری میشه، دوچار در واقع خودکمبینی میشه. خب این بشر پس معلومه نیاز دارد به انسان کامل، این بشر نیاز دارد به کسی که تحت تاثیر احساسات مثبت و منفی خودش قرار نگیره، تحت تاثیر شهوت قرار نگیره. بله. خب به دنیا او را از مسیر خارج نکنه، جهل نداشته باشه، تا جهل باعث عجز او بشه. این بشر باید متصل به علم الهی باشد، این بشر باید مسلط بر غضب و خشم خودش باشه، و این کسی نیست غیر امام معصوم. لذا امام معصوم هست که میتونه بشر از هلاکت نجات بده. جناب استاد حیدری عزیز، واقعا دانشمندان جدید به این نتیجه رسیدن، بینندگان گرامی ما در جریانن، اصلا تکنولوژی جدید داره سبب تباهی بشر فراهم میکنه. این بشر الان با همین تکنولوژی که درست کرده، شما ببینید تغییرات آب و هوایی که اتفاق میفته. بله. سیلی که در لیبی آمد، زلزله‌ای که در مراکش آمد، اینا چیزای طبیعی نیست، اینا بر اساس همین علمی است که این بشر درست کرده. درست. ما نمیخوایم علم تخطیه کنیم، نه، علم در جای خودش خیلی هم خوبه و اسلام طالب علمه. بله. اما میگیم علاوه بر اینها، انسان‌ها محتاج یک انسان کاملن، محتاج ولی خدان. در تایید صحبت های شما جناب استاد گرامی، شما گفتید که دقیقا. و الان در یک وضعیتی هستیم که بیشتر واقع گرا شده انسان، یعنی اون غرور علمی فرو کاسته تقریبا در فضاهای علمی، و یک نوع تواضع علمی به وجود آمده. هرچند او در طرف مقابل هم اگر تاریخ کلیسا رو نگاه کنیم، دین هم، دینی که البته در غرب مطرح بیشتر منظور کلیسا هست، اونها هم متواضع شدن و به یک در واقع رابطه متعادل و پذیرفته تری رسیدن. بله. دقیقاً. و به همین دلیل هست که بشر امروز، بله، متدین‌تر و معنوی‌تر است نسبت به بشر 50 سال و 100 سال پیش. بله. بشر امروز احساس نیاز بیشتری میکنه به وجود امام معصوم. بله. ببینید پروفسور هنری کوربون، ایشون کسی بود که هفته یک بار میامد. بله. اگر خلاصه، بله، بفرمایید. خیلی کوتاه. بله. میامد قم، شاگرد علامه طباطبایی بود. ایشون میفرماید امتیاز شیعه این است که معتقد است که نبوت تمام شد اما ولایت امام، ولایت تمام نشد. این ولایت هم ولایت تکوینی است هم ولایت تشریعی. بله. ولذا ببینید پیام دین برای انسان چیه؟ پیام دین این است که زندگی او دین معنادار میکنه، بحرانهای زندگی در واقع بهش معنا میده، پیام دین این است که رنج زندگی معنا میده، دین به بشر شادی میده، دین به بشر امید میده در رنجها و در گرفتاریها. این شادی، این امید، این توکل، این معنا داشتن زندگی، این بشری که به پوچی رسیده از طریق دین و از زبان امام معصوم و پیغمبر میتونه در واقع بهترین پیام به مردم برسونه. بله. و نکته آخر، بسیار کوتاه بفرمایید، امام معصوم همون چشمه زلالی است که ما وقتی کام ما از خوردن آبهای گلالود تلخ میشه، به چشمه زلال وقتی میرسیم میفهمیم که چشمه زلالی هم هست. گفت که دیدار یار غائب دانی چگونه باشد، ابری که در بیابان بر تشنه ببارد. همین بیت شعری که خواندید حسن ختام باشه برای این برنامه ما، و از شما بسیار سپاسگزار هستیم. اللهم عجل لولی کل فرج. همراه با کارشناس محترم جناب دکتر توکلی، شما را به خداوند متعال می سپارم. خدایا رو نگهدارتون.